تشکر میکنم بیلگرومی از این که دیروز برنامه را پسندتان قرار گرفت و تشویق کردین و لایک ها و کامنت های شما را من در یوتیوب میخوانم. البته بعضا ما کلپ های تلویزیون با صفحات فیسبوک میگذارم و بیشتر نمیذارم. بعضا وطنان ما میگن که مانند سابق باید بذاریم، ولی ما تصمیم بگیتیم که تنها طریق تلویزیون و یوتیوب و گاه گاهی که اگر بسیار مسائل بسیار دائمی باشه او را خدمت شما در یوتیوب هم در فیسبوک هم میگذاریم. به هر حال صحبت دیروز ما صحبت بود که متوجه قوم و زبان و منطقه خاص نبود، ولی متوجه یک تعداد سیاسیون معاملگر که قومی عمل میکنند در کشور ما بود و ما وعده کردیم بعد از این رابطه بیشتر صحبت میکنیم تا مردم هم متوجه شوند که ملت با همدیگر دشمنی نداریم. بسیار مهم است بیدای گرامی میگه که ملت با همدیگر مشکل نداره. من یک کلپ از شهید موسی شفیق در یک از صفحات فیسبوک دیدم دیروز، واقعا اشک از چشمان ما جاری شد که چی وقتایی بود و چی نازنین صدر اعظم داشتیم، وزیر خارجه داشتیم. در اون کلپ من میبینم که از هر گوشی وطن و یاد موسی شفیق اشک میریزن، برای که موسی شفیق به قوم تعلق نداشت، به ملت بزرگ افغانستان تعلق داشت. در گذشته ها ما چون مشکلی نداشتیم و همیش گفتیم، بارها گفتیم، مشکل برای بار اول از طریق رادیوی بی بی سی در سال 1994 شروع شد که موقع ما سخت در مخالفتش قرار داشتیم و صدای امریکا شروع کرده این مسئله را، همین قومگرایی را، مسائل قومی را، ولی زود متوجه اشتباه خود شدن و از این حرکت دست کشتن. ولی بی بی سی تا حال می حرکت داره و حالی افغانستان انترنشنال همین مسئله را دنبال میکنه. ما به این باور هستیم که در افغانستان اگر بخواهیم که ما پس اونمت موسی شفیق داشته باشیم که به یادش اشک بریزیم، در بودنش همگی متاثر باشیم و در افتخاراتش همگی افتخارات ملی خود بدانیم، نیاز به یک تفکر جدید داریم، نیاز به یک بازنگری داریم، نیاز به این داریم که ما یک دفعه تجدید کنیم همه چیز خوده، ببینید که چی چیز باعث مصیبت و بدبختی ما در چهل چند سال پسین شده، چی چیز ما را به این ناتوانی کشانیده که امروز ما ناتوانترین، بیچارترین، بینواترین مردم در سطح جهان هستیم. انگیزی ازیر شما همیش یک تعداد در وجود مداخلات بیگانه ها جستجو میکنه. خب پاکستان چیلان کرد، ایران چی کار کرد، انگلیس چی کار کرد، امریکا چی کار کرد، روس چی کار کرد، ولی هیچ وقت ما این زحمت رو به خود نمیتیم که خود ما چی کردیم برای وطن، چقدر ما عامل مصیبت بودیم، چقدر خود ما در این تنش ها، در این مصیبت ها، در این جنجال ها، در این بدبختی ها، در این کشمکش ها، در این فاصله انداختن ها نقش داشتیم و از حالت افزار کنونی هم کلگی ما رنج میبریم. وطن ما در یک بحرانی ترین لحظات تاریخ خود قرار داره، ولی کار رنجام نمیتیم، جز گپ میزنیم. اولین قدمی که ما بخواهیم برای نجات وطن برداریم، اولین گامی را که ما بخواهیم به خاطر فصل کردن برداریم، اولین راهی را که ما بتونیم انتخاب کنیم برای رفتن به سوی نجات و یک تغییر کلی در کشور و زندگی مردم ما است که از محدودهای قومی خود بیرون کنیم. دیگه بعد از این ما پشتون و تاجک و ازبک و هزاره نباشیم. ما به صفت یک هموطن که اگر یا به صفت افغان یک تعداد امیران بهانه میکنم، ولی برای ما مهم نیست، ما به صفت یک افغان، به صفت یک هموطن، به صفت یک شهروند مشترکاً با این وطن میاندیشیم. ما میبینیم وقتی که نام از کسایی میشه که قومی هستن، مثلا نام از اشرف غنی وقتی که در صفحات فیسبوک نشته میشه یا در رسانه نشته میشه، دفتن یک تعداد به اساس قومی این رو محکوم میکنه که قوم و قبیلی از این خواهر بود که عمزهی های جار بودی کار بودی کار بود، در حالی که شاید قوم عمزهی این آدم اصلا نپذیره، ولی ما به مراتب قوم عمزهی ادف قرار میدیم، کوچین ادف قرار میدیم، در کل پشتون ادف قرار میدیم. و
و اما تو اگر یک عکس دیگی میای یک مطلب در رابطه با مثلا در شخصیت هایی که فعلا در افغانستان است یا زنده یا مرده، مثلا آقای استاد عطا محمد نور یا باشا دوستام یا کسای دیگی، عاجل قوم و قبیله ادب قرار میگیره و این کار بسیار شایسته نیست، جرم فردی است. ما یک عمل اقتصاد قانون انجام میتونم، خانم و پسر مجبور نیست که با ما یک جا باشن، چون من خود و تنها مجرم هستم و در دیگه جای ها همی کنست. ولی متاسفانه که در بین ما افغان ها اگر یک نفر در طفولیت هم جرم کرده باشه تا که بمیره باید با اون جرم شد شد، و اگر کسی فعلا هم متهمت باید قوم از اون کوبیده شد، قوم از اون محکوم شد، که واقعا من از این نایه متاثر هستم. ولی به هر حال یک فلسفه را که انداختن باید اینمی فلسفه شکستانده شوه، از بین برده شوه، که مسئله که در افغانستان ایران مردم ننداخته، این چهار تا سیاسی ننداخته که در افغانستان باید پشتون ها همیش حکومت کنه، دیگر ها باید تابیش باشه، که یک عمل درست نیست، یک عمل هیچ از انسانی نیست به اصطلاح، که چرا یک قوم چنین امتیازی را داشته باشه. و این امتیازگیری و امتیازی را یک تعداد معاملگران در سطح رهبری خود قرار دادن، که شبها روز با هم مخالف هستن و شبها که وقت با هم منشینن اینا بریش ملت میخندن، اینا درست کردن. شما مثلا دیدین نمونیش دیروز گفتیم، ما امیدوار به این هستیم که امی متضادها از بین بره. 44 سال پسین نشان داد که هیچ قوم به تنهایی در این کشور حکومت کردن نمیتونه، مگر اینکه ار رو سر ببرن، مگر اینکه ار رو جوهای از خون جاری کنن. مگر عبدالرحمن خان کم کشت و کجا رسید؟ خب طالب هم در دوره حوار خود کم کشت. شما جنایات که در مزار شریف صورت گرفت، در کابل صورت گرفت، در دوره اول از تروریست ها در یکاولنگ بامیان صورت گرفت، ثبت تاریخ است. ولی با کشتن و با بستن نمیشه حکومت کرد، با زور نمیشه حکومت کرد، مگر ای که برای دلهای مردم حکومت کرد. بالای دلهای مردم حکومت کرده نمیست که این زمین فکرهای غلط بیرون شوند، یک تعداد بیاین به جاده انسانیت قدم بذارن و مردم خود منعیس یک خدمتکار کار کنند. در رابطه با مسئله سیگار بیندای گرامی، ما بارها از طریق تلویزیون گفتیم، تکرار میکنم که برای این شخصیت هایی که در افغانستان آمدن و به نام رهبر و به نام لیدر و به نام این و آن، اینا کسایی نبودن، مگر این کسایی که در داخل افغانستان در طول 40 سال پسین در کنار مردم خود بودن، در کنار مردم خود مبارزه کردن، نام خود جاودانه ساختن، مثل شهید مسعود، که هیچ کسی نمیتونه انکار کنه که احمد چای مسعود در افغانستان نقش نداشت. احمد چای مسعود تانست که خون خود بریزه، در دوره اول مقاومت افغانستان از صبح سرد پنجم نجات بده. یک واقعیت تاریخ هستی که یک تعداد میپذیره یا نمیپذیره، مشکل از اوناست. امروز که مسعود نداریم و شما میبینیم که چی جنجال های در کشور ما برپا است. ولی به هر حال ما بارها گفتیم که غرب برای ما ساخت و بت تراشید و ما کف زدیم، و وقتی که بت شکستان ما توهین کردیم. اینه که در روزای حوال سقوط حکومت از این چهره زشت، از این چهره پلید، از این خائن فراری، از این نابابای ملت، اینا دوز رهزن قاتل همه چیز درست کرده، اما از این که پس دوباره منافع غرب در وجود امی افراد در داخل افغانستان تامین است، اینا آیسته آیسته راه را پس برای بازگشت درست کرده میرن. و همیست که سیگار امروز گزارش خود دیرو داد که یادم دوزی نکرده، شاید که دوزی کرده باشه 500 هزار دلار. یه مسئله پول طرح نیست که ما بگیم که پول خانم عزیز 250 میلیون دلار دوزی کرد بازار یوسف داو چی شد؟ او را هیچ کس پشه نمیگیره. این به میلیون ها دلار دیگه که در شش ماه اخیر حکومت از این خائنین بعد بیرون از افغانستان انتقال کرد، به کانادا انتقال کرد، به امریکا و اینا، این کس نمیگیره. پول ارزشش مهم نیست، این پولای بیگانه بود، بیگانه پس پول خود بر شکرگز میگیره. اما این آدم با سرنوشت 34 میلیون 32 میلیون 30 میلیون بعد قدر که نفوذ ماست، بسیار بی‌شرمانه بی‌رحمانه بازی کرد، و امروز که جهان ناصر جنایت در افغانستان نتیجه خیانت و جفای امی شرف باختی زمان است که
ما چرا در بسیار در کل بس میشه، در جزئیات بس میشه، در فرعیات بس میشه. اشرف غنی فرار کرد، اشرف غنی پول برد، حالا پول برد برادر پسش. ما مشکل عمده ما ایست که این آدم با طرحهای خائنانش تانست که جان قریب به 100,000 نیروی دفاعی و امنیتی ما رو بگیره، خون از اینا رو بریزنه و در آخرین تلید حکومت دادسته تصمیم کنه، خودش فرار کنه. یک بخش مثلا و آری سیگار و این درامه هایی که پس می سازن در پهلوی درامه آلیوودی 15 آگوست، پس این چهره ها رو می خواهید که کم کم پاک کاری کنن، دستکاری کنن، پاک شان کنن، تمیز شان کنن، که نه این آدم و آدم نیست که شما گفتین، این دوز نیست، چی هست. و بالاخره به همین بانه ها این خائنین دور هم جمع میکنن و یادتان باشه که امین لوی جرگی رو که اینا گفته میرن، امین لوی جرگه برزار میشه. لوی جرگه وقت مشروعیت پیدا میکنه بیداگرمی که اینی خائن اشرف غنی بره به افغانستان، بره در لوی جرگه حکومت را که انوز که میبینی شما میشنوین اروز که حکومت سرپرست، حکومت سرپرست، باید این خائن وطن فروش بره در روی جرگه، این قدرت در تعویل بته بیسلا در اون روی جرگه سر این صدا خواهد میشه، خیلی قدرت تعویل بته بر از اینا، این قدرت تک تعویل داد مشروعیت پیدا میکنن، چون قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال می و باز اونمو رسوایی هایی که در گذشته بود. برحال ما امیدوار بیستم بیدگرامی برشمردن این مسائل که ما راه نجات جستجو کریم. راه نجات همیست که ما خود از یه حرکت های قومی بکشیم و کسایی که تفرقه قومی می اندازن، کسایی که مردم در برابرم در مسائل قومی قرار می ده، اینا را افشا کریم و اینا را منزوی بسازیم. اون وقت است که ما و شما می تانیم که قدم به سوی نجات برداریم. در غیر از او با می آلت که ما روان استیم، باور کنین راه ما به ترکستان است و بس.